احترام خدمت همه عزیزان و بزرگوارانی که صدای منو میشنون. امیدوارم که صدای من داشته باشین. اگه لطف کنین پیامی چیزی بدین ببینم یا صدا برقراره، صدای من هست یا نه، خیلی ممنون میشم. دوستان و کاربران گرامی صدای منو دارین؟ بزرگواران صدای من هست؟ بله بله، خیلی ممنون، متشکرم. عرض صبح بخیر، امیدوارم که صبح خوبی رو شروع کرده باشین. بحث امروز ما در ارتباط با آفات و بیماری های چغندرقند در زراعت پاییزه است. خب دوستانی که در سکشن قبلی صحبت های دکتر طالقانی رو شنیده بودن یقینا بهتر از من میدونن که زراعت چغندرقند در واقع یکی از زراعت های آببر هست و مهمترین، میشه گفت خط قرمز یا مهمترین وظیفه ای که ما داریم اینه که بتونیم کاری بکنیم که بهره‌وری آب رو در این زراعت بالا ببریم. لذا یکی از اون میشه گفت کارهایی که دوستان زحمت کشیدن در سکشن زراعت و روش کار کردن و از قدیم الایام هم در ایران بوده، کشت پاییزه چغندرقند بوده و همینجور که در این اسلاید ملاحظه می‌فرمایید، به دلیل این که عمده مراحل داشت در فصل پاییز هست، این باعث میشه که میتونه از بارندگی های در واقع این فصل و در واقع ارزم حضورتون هم پاییز هم زمستان استفاده بکنه و در نتیجه کارهای مصرف آب یقینا بالا خواهد رفت. در صورتی که در کشت بهاره همینجور که مشاهده می‌فرمایید، ما در ایران کشور خشکی هستیم، کمترین میزان بارندگی رو داریم و عمده رشد چغندرقند بهار هم در فصل بهار و تابستون هست که خب ما کمترین بارندگی و بیشترین نیاز به آبیاری داریم. منتها کشت پاییزی چغندرقند به جز این در واقع از زاویه گیاه پزشکی و بحث ارزم به حضورتون مدیریت آفات و بیماری ها هم دارای مزیت هایی هست، چرا که عرضم به حضورتون که در دوره داشت از کاشت تا برداشت ما عمدتا در فصل زمستان هستیم و در فصل زمستان عمده آفات و بیماری هایی که ما در زراعت چغندرقند داریم در واقع در حالت دیاپوز هستن، در حالت غیر فعال هستن. شرایط دمایی و اقلیمی به صورتی هست که معمولا اینا کمترین فعالیت رو دارن و لذا به طور کلی میشه گفت که اگر از زاویه اقتصاد هم بخوایم صحبت بکنیم، کشت پاییزه در واقع میشه گفت کاهش هزینه‌های تولید رو هم داره، چرا که ما خیلی در بحث مبارزه با آفات و بیماری ها در زراعت پاییزه به طور کلی مشکل خاصی نداریم. یعنی اگه من بخوام خدمتتون عرض بکنم و شوخی هم میکنم، ما مدیریت آفات تو کشت بهاره خیلی گیر داریم، پاییزه کلش اینه که چیزی نداریم، مشکلی خوشبختانه نداریم. دقت بفرمایید اگر بخوام یه مقایسه هم بکنم، اینی که عزیزان استحضار دارن در مناطق مختلف میدونن که عرضم به حضورتون در کشت بهاره ما بجز این که آفات رو داریم، بیماری های خاکزادی هم داریم که واقعا دردسرساز هستن و به راحتی قابل کنترل نیستن و چون بیماری خاکزاده زمانی که وارد ریشه میشه تا زمانی که ما علائمو میبینیم طول میکشه، در نتیجه زارع یا بهره بردار زمانی متوجه میشه مزرعه آلوده است که دیگه کار از کار گذاشته، نه زمان واکاریه نه زمان چیز دیگه و خسارت زیادی میبینه. از جمله این بیماری ها میشه پوسیدگی ریشه، بیماری ریزومانیا، نماتودهای انگل گیاهی مثل نماتود سیستی و یا نماتود مولد گره ریشه رو نام برد. در صورتی که جالبه بدونین در کشت پاییزه ما این سه تا بیماری مخرب
و درد سرسازو که در بهاره داشتیم در پاییزه نداریم. خوشبختانه نداریم، یعنی که شرایط برای رشد و توسعه این بیماری مهیا نیست، این ستا بیماری. و این خیلی کمک میکنه که ما این مزایا رو هم به کشت پاییزه به جز بحث بهره وری آب اضافه کنیم، اگرچه که خب ممکنه که کارخونه‌های قند از بعد بحث عیار و ضریب استحصال یه مقداری در واقع مشکل داشته باشن، به خاطر اینکه کشت پاییزه عیار و استحصال ضریب استحصال کمتری داره نسبت به بهاره، ولی کلن مزایای کشت پاییزه آنقدر هست که ما بخوایم در واقع به این کشت بپردازیم و بخوام این کشت رو در کشور توسعه بدیم. مربوط من اجازه خواستم که به هر حال یه مرور کلی بکنم از ابتدای کشت پاییزه تا انتهاش چه مشکلاتی از بابت گیاه‌پزشکی ممکنه برای ما حادث بشه. معمولا دقت بفرمایید، خب به طور کلی اگرچه ما عمده کشت پاییزمون در خوزستانه، ولی ما در سایر مناطق همینجور که دوستانم گفتن در استان فارس، ایلام، کرمانشاه و خراسان و حتی گلستان و مغان کشت پاییزه داریم. رنج تاریخ کاشتامونم معمولا دیگه از ارزم موضوعتون اوایل مهر هست تا اواسط آبان هست، یه دوره 40-45 روزه دوره کشتمون هست. در اون زمان ما ابتدا که کشت انجام میدیم ممکنه که با آفاتی نظیر کرمهای طوق بر در واقع برخورد بکنیم که اینا معمولا از طوق در واقع تغذیه میکنن و ریشه رو از قسمت ساقجه جدا میکنن و ما کلن بوته رو به طور کامل از دست میدیم. و یک سری هم کرمهای برگخوار داریم، حالا به طور کلی رنگ و شکل و شمایل اینا متفاوته، جنس و گونه شون هم از بابت عشره شناسی متفاوته، ولی کلن برگخوارن. معروفاش خب میدونین همون بحث کارادرینا یا اسپودوپترا هست که دو گونه داره و بحث پروانه گاما هست که اینا عمدتاً کرمهای برگخوار و حتی کرمهای توغبر همشون اینا عملا میشه که پروانه های در واقع شب پرواز هستن. بخوام یه مقداری دقیق تر در واقع ورود کنیم، خب عمده کرمهای توغبر رو گیاهان مختلف هم تغذیه میکنن، به همه گیاهان هم حمله میکنن، عمدتاً در واقع جنس اگروتیس هست که خب اینا میان تخمگذاریشون رو برگ انجام میدن، رو گیاهان مختلف انجام میدن، بعد لارو میاد معمولا از روی خاک وارد میشه و از طوق تغذیه میکنه. حتی در کشتهای بهاره گاهی اوقات میبینیم که ما اثرات ارزم بزرگتون تغذیه اینا رو ریشه بزرگ و ست ابر چوندرغن هم داریم. متها در کشت پاییزه این نکته خیلی مهمه که اینا ممکنه که در واقع لاروهای سنین بزرگترش از محصولات قبلی باشن، در نتیجه میشه گفت که ابتدای کار یه مقداری فشار اینها ممکنه در کشت پاییزه و مخصوصا در مناطق کشتای اینتنسیو مختلف داریم بیشتر باشه. و همینجور که خدمتون عرض کردم عمدتاً محصولات دیگر و حتی علف ها هم چون علف هرز هم دربر میگیرن، جمعیت اینا ابتدای کشت تو اوایل مهر زیاد هست. دقت بفرمایید مثلا در استان حاصل خیز ما مثل خوزستان همیشه ما بالاخره گیاهی رو زمین داریم و در اونجا وقتی که کشت های تابستونه شون دارن برداشت میکنن، این آفات و عرضم به حضورتون که به صور مختلف ممکنه از تخم تا لارو تا سنین بزرگ لاروی تو خاک و تو گیاهان دیگه باشن، اینا مهاجرت میکنن، میان رو گیاه تازه کاشت شده ای مثل چغندرقن و این باعث میشه که اون ابتدای کار کرمای توغبر اگر که ما غافل بشیم در واقع مزرعه رو به طور کلی تنک بکنن و حتی مجبور میکنن که بخوایم واکاری بکنیم و این یه مقدار کار رو سخت میکنه. با توجه به عرضم به حضورتون که بعض رو قیمت بعض رو اینا، این خیلی مهم است که ما بتونیم در ابتدای کار در واقع از دست
این آفت فرار کنیم. اگرچه که این موقع سال که الان من دارم صحبت میکنم در واقع در اسفند ماه هستیم و شاید بهترین شرایط کشت پاییزه چون در مناطق مختلف داشته باشیم که موزل یا مشکل خاصی الان در این موقع سال نداریم. این مربوط میشه به اوایل زمان کاشت و میشه گفت که بهترین عکسای در واقع کارت پستالی الان از مزارع چون در پاییزه و ببینید در استان خوزستان میشه مشاهده کرد. ولی به هر حال من فکر میکنم رو بحث کرم‌های توغبر و ابتدای کاش ما نمیتونیم درنگ کنیم و به هر حال اگر یک لاروم ببینیم حالا اولوژی متر مربع یا بیشتر حتما باید مبارزه رو انجام بدیم. عمدتاً هم برای کرم‌های توغبر بیشتر تومه مسموم رو در واقع کارآمدتر میدونم که میشه از سموم مختلف استفاده کرد. من اینجا خدمتتون میخوام عرض بکنم خیلی به اسم و رسم سم نیازی نیست کار داشته باشیم و دقت بفرمایید اگر با توم مسموم میخوام با کار بکنیم و چون توم مسموم روی زمین پاشیده میشه در نتیجه میشه از سموم ارزونتر ولی حتی با چیز بالاتر استفاده کرد. با عرضم به حضورتون که مقدار دوز مصرف بالاتر. چرا؟ چون مشکلی ایجاد نمیکنه، گیاه‌سوزی هم نداره، حتی اگر الی 50 دور کارنز بالایی هم داشته باشه بازم اشکال نداره. چرا؟ چون شما اون زمین میپاشید. اگر چه ممکن از بحث زیست محیطی برامون مهم باشه و خدا نخواسته اگر پرندگان اینو مصرف کنن ممکنه دردسر داشته باشیم، ولی خب این مسئله رو داریم که خیلی نیازی به سموم در واقع با دوره ارزم موضوعتون چون کم خطر اینا نیست. ولی از اون مهمتر اینه چون توی مسموم اگر بتوانیم ما غروب و شب بپاشیم و این کرمام شب بیرون میان در نجه مشکل بعض ارزم موضوعتون استفاده پرندگان اینا هم کمتر میشه. ولی بهترین و میشه که کارآمدترین روشی که فعلا توصیه میشه بعض استفاده از تومه مسموم هست. بعد اون بعد از اون که دیگه ما گیاهمون رو از به قول معروف کرم توغبر فراری دادیم و اومد رشد کرد که برگه حقیقی ظاهر شد و بزرگتر شد در اوایل آبان و آذر، احتمال این که برگخارها حمله بکنن به مزرعه زیاده و معمولا عمدتا سه تا بروانه کارادرینا، پرودنیا و گاما جزو معروفترین برگخارهایی هستن که در اون زمان ممکنه که مظهر مورد حمله قرار بدن. خب اینا عمدتا همچنان که اگه بخوان مقایسه شون بکنین و تشخیصشون بدین پروانه هاشون چون شب پروازن کمتر دیده میشن، ولی خب عمدتا در واقع از روی در علائمی که روی بال جلویی هست تشخیص میدن. این همون پروانه گاماس ارزم بزرگتون و این ارزم بزرگتون پرودنیاس که نقشای نقره‌ای داره و این کارادریناست و اینجا معمولا حالا شکل ممکنه خوب نباشه یه لکه لوبیای شکل اصطلاحاً داره، ولی خب اینا هم لاروا یا کرم‌ها هستن که این در واقع کارادریناست، اینم ارزم بزرگتون که پرودریا و اینم لارو اصطلاحاً شطوری گاماست که مشاهده می‌فرمایید و ممکنه دیده بشه. اینا معمولا بهتر اونه که از برگ‌های ارزم بزرگ تو تازه تر استفاده کنن و معمولا تغذیهشون به صورتیه که تا جایی که میتونن پارانشیم برگ استفاده میکنن، ولی ممکنه دیگه نهایتا خود رگ برگا رو هم وقتی که جمعیتشون بالا باشه و سن لاروا هم بالا باشه اونا رو هم تغذیه کنن و استفاده کنن و کلن مزرعه رو بطور کلی نابود کنن. عمدتا اینا در کشت بهاره خسارتشون بیشتر هست و در کشتهای پاییزه خسارت کمتره. چرا که هرچی که ما داریم از مهر و آبان که گیاه داره برگای تازه در میاره میریم به اون سمت در واقع به فصل زمستان نزدیک میشیم و چون فصل زمستان نزدیک میشیم سرما در واقع اینها رو خود به خود محدود میکنه و اجازه فعالیت آنچنانی بهشون نمیده، بلکه در همون اوایل اگر یه مقداری تغذیه کردن و یا علائم دیده شد مخصوصا زمانی که گیاه ما در مرحله 4 تا 6 برگیست
نیاز به مبارزه داره، وگرنه خیلی بعد از اون کرمهای برگخوار هم خسارت ایجاد نمی‌کنن. کرمهای برگخوار ممکنه که الان هم تا فروردین دوباره ظاهر بشن که شرایط مساعد هست، ولی خب دقت بفرمایید الان به دلیل این که ما سطح برگ بسیار بالایی مخصوصا در استان خوزستان داریم، اینی که خسارت اینها هرچی هم تغذیه کنن بازم سطح برگ ما رو از عدد مثلا 4 پایین تر نمیتونن بیارن. اینی که الان اگر علائم هم دیده میشه، اگر خودشون هم دیده میشن، اونقدر برای ما برای از بعد مبارزه دیگه اهمیتی ندارن، بلکه در کشت پاییزه در مراحل 4 تا 6 برگی برای مهم من در کشت بهار هم خوب در کل دوره اهمیت داره و مشکل ساز هست. دقت بفرمایید برخلاف کشت بهاره که میگن همچنان که دیدین در مغان همون برگ از دست میدیم و بعد برگ مجدد باعث کاهش عیار میشه، در کشت پاییزه چون میزان برگ و همچون گفتم خدمتون سطح برگمون نسبتا زیاده، اینه که خیلی اینها مشکلی ایجاد نمی کنن. و در برگخوارها هم اگر ما بخوایم مبارزه داشته باشیم، باز در همون اوایل کش اگر در مرحله 4 برگی ما یکی دو تا لارو داشته باشیم روی بوته ها، حتما باید مبارزه شیمیایی انجام بشه و معمولا هم هرچی که لاروها در سنین کوچکتر اول دوم باشن یعنی مبارزه کارآمدتر خواهد بود و میشه از سموم مختلفی که اینجا میبینین مثل دیازینون و همسال هم و یا حتی سموم جدیدتری که حالا در بازار موجود هم هست مثل آوانت و امپایر و سومی پلو و اینا برای آفات، برای همین آفات در سایر گیاهان هم و در سایر زراعت ها هم استفاده میشن، میشه استفاده کرد. خب اخیرا هم من خوشحالم بگم خدمتتون که در واقع از سموم بیولوژیکی مثل بیتی که در ایران هم حتی تولید میشه وجود داره هم میشه بهره برد. اینا معمولا خاطر اون باکتری که داره و این لارفا تغذیه میکنن از بین میرن و خب خسارت کمتری هم به محیط زیست به طور کلی وارد میشه و اینه که ما از این بابت اگر بتوانیم مبارزه بیولوژیک انجام بدیم یقینا بهتر خواهد بود. من اجازه میخوام تا اینجا یک جنبندی کوچولوی همینجا خدمتتون عرض میکنم. پس دقت بفرمایید اگر من اول کاشت هستم تا مرحله 4 تا 6 برگی از بعد آفات عمدتا من عرضم موضوعتون طوق بر و برگ‌خوار رو خواهم داشت و خودتونم میدونین به عنوان کسی که میخواد یه مزرعه رو منیج کنه در همون دوران ما باید با علف ها هم علف عرضم مبارزه کنیم. پس من به نظرم میاد برای راحتی کار و برای اینکه هزینه‌مون خیلی افزایش پیدا نکنه و نخواهیم برای هر گیاهی چند مرتبه ورود کنیم به مزرعه، در نتیجه بهتر آن است که همزمان که داریم با علفکش‌ها در جد با علف هر در اون زمان مبارزه می‌کنیم، می‌خوام علفکش استفاده کنیم، همون زمان هم یکی از این حشره‌کش‌های عمومی‌تر رو با اون با علفکشمون اختلاط داشته باشه و وقتی که مختلطش کردیم به مزرعه بزنیم دیگه یقینا مزرعه‌مون هم گارانتی میشه و یک بار هم تراکتور نهایتاً وارد مزرعه میشه و مشکلی نخواهیم داشت. من اجازه میخوام همینجا یه جنبندی هم برای بیماری های اول فصل بکنم. واقعا مرگ گیاه چه داریم؟ مرگ گیاه چه هم خب به هر حال ناشی از قارچ‌های مختلفه و به نظرم میاد که ما هیچ مشکلی با این نداریم. بهترین توصیه‌مون اینه که خب اگرچه میگن یک یونیت در هکتار بکنید، خب بکنیم یونیت، نهایتاً بسته به شرایط خاک و منطقه و اینا دو یونیت بکاریم. این نگرانی بابت در واقع مرگ گیاهچه که بخواد مزرعه‌مون تنک بکنه نداریم، اگرچه که خب بذور جدید، بذور شرکت‌های مختلف با انواع قارچ‌کش‌ها و حتی جدیداً مواد پی جی پی آر و باکتری‌های محرک رشد و غیره هم تیمار میشه و معمولاً خیلی از بابت مرگ گیاهچه نگرانی نداریم. پس اگر ما کشت پاییزمون رو در واقع اون یکی دو ماه اول هم از بعد آفت و ارزم به حضورتون علف تونستیم مزرعه‌مون رو برهانیم که این نهایتاً یه به نظر میاد با یک دونه سمپاشی برای همشون مشکلمون حل خواهد کرد، دیگه ما نگرانی نداریم. وقتی که میایم وارد فصل میشیم و این موقع های سال
یکی دیگه از آفاتی که در کشت پاییزه او رو بروز میکنه و مخصوصا هم در ارزم موضوعتون مناطقی که این موقع سال رطوبت نسبی، هوا هم مقداری بالاست، باز مثل خوزستان که شبنم داریم و رطوبت بالاست، شته ها هستن. این از آفات مکندن معمولا رو برگا هستن، تغذیه میکنن، حتی موقعی گاهی اوقات شته سیاه باقلا، و جالبه بدونین گاهی اوقات شته کلزا هم حتی ما دیدیم که میاد روی کشته پاییزه ما مستقر میشه. یه جایی خب ما کلزا رو هم در پاییز داریم مثل خوزستان، و گیاهانی که در این زراعتی که در مجاور هم هستن ممکنه که در واقع این شته ها از روی اون گیاهان، حتی در مناطقی خب باقلا داریم که زیاد هم هست مثل گلستان، و ممکنه شته از روی اون شته سیاه باقلا مهاجرت کنن بیان روی ارزم بزرگتون گیاه چغندرقند. که به طور کلی من میگم که خسارت اقتصادی چندان این شته ها به اون صورت ندارن، و در نتیجه نگرانی آنچنانی ما از بابت شته نداریم. تا حالا هم در مناطقی که حتی اینا دیده شده و وجود هم داشتن ما خیلی توصیه برای سمپاشی اینا نداشتیم، ولی اگر به هر دلیلی میگم در مجاورت کشتای ما، اگر این کشتای که مثل باقلا و مثل کلزا ارزم به حضورتون باشن و شته هجوم زیادی برده باشه، چون باعث میشه که بدشکلی ایجاد میکنه و یه مقدار سطح برگا هم بعدن اینا قارچای در واقع چیز میان فوماژین و قارچای سیاه میان روی شیره اینا رشد میکنن، فتوسنتز رو کم میکنن. اینه که اگر به اون حد رسید خب سموم سیستمی که مثل گاوچو یا کنفیدور توصیه میشه که با مصرف پایین 1 در 1000 هم میشه با اونها در واقع استفاده کرد و مبارزه کرد. ولی به طور کلی اونقدر ما تا حالا مشکلی در ارتباط با شته نداشتیم. از تا اینجا من کلن آفات پاییزه و مهم رو خدمتون گفتم، و اگر دقت بکنین ما یه مقایسه هم بخوایم بکنیم با کشت بهاره، به بزرگوارانی که زراعت چغندرقند رو از منم استادترن و میدونن، ما در فصل بهار در زراعت بهار اول با کک و سر ارزم به حضورتون کرم طوق بر و سرخورتومی دوم، سرخورتوم کوتاه، سرخورتوم بلند، بعد برگخارها، همه اینا رو داریم، در صورتی که اینا در کشت پاییزه دیگه نداشتن. این ما نه ککی به اون صورت داریم، نه سرخورتوم کوتاه داریم، نه خورتون بلند رو داریم، و به طور کلی میشه گفت که زراعت پاییزه ما اصطلاحاً زراعت تمیزی هست از این بابت ها. و در نتیجه از بابت مدیریت گیاه پزشکی واقعا اون مدیر مزرعه مشکل خاصی نداره، به محض اینکه تونست مزرعه رو از علف هرز در بیاره و ارزم بزرگتون دیگه گیاه رو به رشده و مشکلی نداره. یه نکته من خدمتتون عرض می‌کنم، احتمالاً طارقانی هم گفتن و خب می‌دونین، تغییر اقلیم به طور کلی به ضرر چغندر بهاره و به نفع چغندر پاییزه داره پیش میره در کشور. و من می‌خوام اینجا خدمتتون عرض بکنم که مثال می‌زنم، ما اطلاعات عملکردی مشکلات مدیریت مزرعه رو در مثلا دهه 40 و 50 خوزستان و صفی‌آباد رو نگاه می‌کنیم، با الان می‌بینیم که کمتر شده. به عبارتی یک زمانی گیاه چغندرقند در خوزستان بجز بحث حمله آفات و به طور کلی ارزم بزرگتون سرما، دچار یه ایست رشد و بعد دوباره رشد میکرد، مثلا تو لوش دیو بهمن. ولی الان به دلیل اینکه هوا گرمتر شده در کل کشور، اینه که ما اونجا رشد هر روزه چغندرقند رو داریم، و در نتیجه ما به طور کلی میشه گفت مشکلی با این نداریم، در صورتی که داره برای برخی از زراعت‌های دیگه مثل غلات و اینا خب این به ضررشون داره پیش میره به طور کلی. و جالب هم هست اگر که بخواید مقایسه هم با دنیا بکنید، در اروپا هم داره سطح کشت چغندرقند از مناطق پایین به سمت بالا، یعنی به کشورهای دانمارک و فنلاند و نروژ میره. چرا؟ چون داره طول دوره اونجا باز بازتر میشه. من خدمتتون عرض می‌کنم در 4 سال قبل رو من داده ها رو بررسی میکردم، شرق کشور به طور کلی
تا 2 درجه داره گرمتر میشه. این داره نشون میده که ما در زراعت بهاره مخصوصا در استانهای خراسان و ارزم بودتون سمنان اونها، ما با بهاره داره مشکلاتمون بیشتر میشه، در صورتی که به نفع کشت بهاره در همین مناطق داره فضا عوض میشه. اگر بخوایم بحث بیماری ها رو هم داشته باشیم، خب همونجوری خدمتتون عرض کردم، ابتدا مرگ گیاچه، بعد بوته میری و پوسیدگی ها در کشت های پاییزه، و عمدتا حالا من بیشتر تاکیدم بر خوزستان هست به عنوان مهد کشت پاییزه، چون در غنم و همیانان هم بیشتری سطح زیر کشت رو در اونجا داریم. در مناطق جدید مثل ارزم به حضورتون که کرمانشاه و گلستان و اینا، هنوز ما خب اونقدر فشار بیماری ها و به زراعت چوندرغن وارد نشده. حالا ممکنه به تدریج با کشت اینتنسیو و ارزم به حضورتون کشت پشت سر هم یه مقداری مشکلاتی ایجاد بشه، ولی خب فعلا خوشبختانه ما مشکلی نداریم. و بوت میری و پوسیدگی ها ناشی از قارچ‌های مختلف که خب در زراعت های مختلف وجود داره. بعد اختصاصیش فقط بحث لکه برگی رو داریم که این لکه برگی در زراعت بهاره صرفا در استان اردبیل در مغان هست، در جاهای دیگه که ما در بهار نداریم عمدتا در پاییز در خوزستان هست. و این بیماری دیگه هم هست به نام گالزگیری که صرفا ما در خوزستان این رو مشاهده کردیم، جاهای دیگه کشور وجود نداره و احتمالا هم وجود نخواهد داشت. و سفیدنگ پودری هم که روی برگ در اکثر مناطق وجود داره. من مرگ گیاچه رو که خدمتتون عرض کردم که خیلی مشکل خاصی نیست و با توجه به ارقامی که و حضوری که داره استفاده میشه و پوشش دهی شده هست، ما مشکل نداریم. و نهایتا معمولا در زراعت ها عمدتا بیش از یک واحد بذر رو، یعنی بیش از 100,000 دونه رو میکاریم، اینه که عملا گیر خاصی نداریم. در این موقع سال و الان ممکنه که ما در خوزستان بیماری لکه برگی سرکوسپورایی رو ببینیم که خب عمدتا این رو برگهای مسنتر به صورت نقاطی با زمینه خاکی رنگ یا زرد و حاشیه قهوه‌ای رنگ دیده میشه. ما لکه های دیگه مشابهی هم در مناطق دیگه جسته گریخته گزارش شده، مثل لکه برگی رامولاریا و غیره در گلستان یا جای دیگه، ولی عمدتا اختلافی که اون این داره با بقیه و به حساب میشه گفت که صفت ممیزه لکه برگی سرکوسپورایی هست، اینه که حاشیه لکه های این حتما یک حاشیه قهوه‌ای پررنگی هست و از زمانی که خیلی بیماری شدید باشه در برخی از سالها در خوزستان کاملا برگها ریزش پیدا میکنن. و این ریزش برگها و اونم چون برگهای نسبتا مسن هست، به عبارت سرکوسپورا به برگهای جوان حمله نمیکنه. در نتیجه ما اون برگهایی که دارن قندسازی انجام میدن رو از دست میدیم. و چون در انتهای فصل هم هستیم، اولین در واقع خسارتی که وارد خواهد شد به بحث درصد قند و عیار خواهد بود. خب مطالعات زیادی در 1 دهه قبل در خوزستان انجام شده، همکاران ما اونجا آقای مهندس شریفی، آقای دکتر حسنوندی و بقیه بزرگواران، آقای دکتر حسینپور کار زیادی کردن. چیزی که ما بهش رسیدیم اینه که به ازای ارزم به حضورتون که شدت آلودگی رو معمولا بین 1 تا 9 نمره میدن، هر یک واحد که میاد بالا میشه گفت که عملکرد ریشه حدود 6% و شکر 10% روندش میشه گفت که کاش پیدا میکنه. همچون که خدمتتون عرض کردم، چون برگهای فتوسنتز کننده تولید قند رو ما از دست میدیم، معمولا اولین بس عیاره. چون کشت پاییزم عیار برامون مهمه، به طور کلی عیار کشت پاییز کم هست، پس به اجبار خب ما در اینجا باید محافظت بیشتری بکنیم، چون عملا نمیشه عیار کشت پاییز از بهار کمتره. حالا این هم اگه بیاد مزید بر علت بشه، یه مقدار کارخونه میشه گفت داره کار میکنه، ولی عملا شکری رو نمیتونه استحصال کنه و اینه که اونجا اهمیت پیدا میکنه. خب همینجور که
میدونین یک این لکه‌برگی قارچیه، اختصاصی هم روی چغندر و چغندر وحشی و ارزم بزرگ تو خانواده اینا زندگی میکنه، سرکوس پرابتیکولا است که یه مقدار کمی ممکنه به جنس های خارج از بتا یعنی روی اسپناج یا سلم تره اینا باشه، ولی عمدتا این زندگیش روی جنس بتا است و ما هم در خوزستان یکی از موزلاتمون در واقع چوندر وحشی هست، بتا مارتیماس که اونجا یه وقتایی دیگه جمعیتش هم خیلی بالاست و اینه که مبارزش هم مشکله، چون حتی شما لفگوش اختصاصی هم که میزنین بالاخره مارتیما رو ممکنه از بین نبره و این یکی از موزلاتیه که این بیماری رو اون نگه میداره از سالی به سالی مجدد. اینه در خوزستان این بیماری مقداری برای ما مسئله ساز و درد سرساز هست و اگر که بخوام یه مقدار به شرایط این همگیریش و اپیدمیش دقت بکنیم، عمدتا ما روی اینا حتی مطالعات اپیدمیولوژیکی هم در خوزستان انجام دادیم، اینه که یکی از شرطش رطوبت بالای 90%. پس ما اگر که اسفند و فروردین با بارندگی بالا و رطوبت بالا داشته باشیم احتمال این بیماری زیاده و ما باید دیگه از اوایل اسفند مدام مزرعه رو بازبینی بکنیم، بازرسی بکنیم و اگر علائمی دیدیم به هوش باشیم و یه مقدار دمای نسبتاً بالا که یه وقتای روز در خوزستان دما بالا 20 هم میره و هم ممکنه که شرایط رو برای همگیر شدن این بیماری فراهم بکنه و چون بیماری هوازاد هست و اسپورهای قارچ در واقع در هوا پخش میشن، اینی که شرایط رطوبت بالا و بارندگی خیلی سریع بیماری رو در مزرعه همگیر میکنه و وقتی که ما تا بخوایم در واقع به خودمون بجنبیم میبینیم که مزرعه رو از دست داریم. و جالب هم هست بدونیم که مطالعات ما به اخیراً در واقع کار کردیم نشون داره میده که این بیماری علارغم که هوازاده ولی در استان خوزستان تک نسله، یعنی چند نسل نیست. در نتیجه پس همون یه بارم که میاد ولی خب مبارزه رو برای ما قطعی میکنه متاسفانه. اینه که این موقع سال که میشه ما حتما باید بازرسی هر روز مزرعه رو داشته باشیم که اگر علائم رو دیدیم حتما به اجبار باید یه سمپاشی انجام بدیم. حالا میدونم هم در خوزستان این موقع سمپاشی مشکله، دلیلش اینه که شما اوج سطح برگ رو داریم، ورود تراکتور یه کمی سخته، بارندگی هم هست. حالا خوشبختانه با بحث این پهپادها و اینا که اومده یه مقدار کار راحت تر میشه، ولی به طور کلی اینه که در واقع شرایط اپیدمی شدن اگر که ما دیدیم نیازی نیست که علائم رو ببینیم، باید دست به مبارزه بشیم. منتها در خوزستان که ما همیشه و هر سال اینو داریم، پس همون بهتره که همون ابتدا که داریم در رقممون انتخاب بکنیم برای کاشت، حتما فاکتور تحمل رقم به بیماری لکه برگی رو در خوزستان به نظر من جزو واجباته و باید حتما داشته باشیم. و از ارقام خوشبختانه دستمونم باز هست، ارقام متحمل یا مقاوم زیادی داریم، حتما هم نباید مقاومت خیلی بالایی داشته باشه ولی خب یه سطح تحمل داشته باشه دیگه. اصطلاحا در دوستانی که گیاه‌پزشکی هم مثلا میگن اسنو ارزم موضوعتون مثل اسلو میلیوینگ حالا یا اسلو راستینگ، اینجا میگن اسلو ارزم موضوعتون لیف اسپاتو داریم و باعث میشه که دیرتر لکه ظاهر بشه، کمتر ظاهر بشه و دیگه نیازی هم به مبارزه شیمیایی نباشه. همونجور که خدمتتون عرض کردم چون بیشترین نیاز این قارچ به رطوبت هست، در اون فصل اگر آبیاری هم صورت بگیره مزرعه حتما استعداد اپیدمی شدن رو پیدا میکنه. اینی که بهتر اونه که ما در آبیاریمون بر اساس نیاز آبی باشه و اگر واقعا گیاه نیاز به آبیاری نداره آبیاری رو انجام ندیم. حالا در دهه های قبل، حداقل یک دهه قبل در خوزستان ما می رفتیم و اونجا حضورم داشتیم، خب متاسفانه آبیاری بیش از حد بود. الان خوشبختانه دیگه مقداری بیشتر کشاورزا با بر اساس نیاز آبی آبیاری میکنن و حالا بگیم یه مقدار آبم کم شده متاسفانه.
ولی اگر به هر دلیلی بود سموم قبلی مثل کاربندازیم و توپسینهم و امثال هم مناسبه و حتی سموم قبلی قبلتر از اونا مانکوزه و اینا بود، فکر میکنم اون از رد خارج شده، ولی اخیرا شرکت های سمی به نام ارتیو و تاپ رو معرفی کردن که فکر میکنم که جدیدتر و مناسبتره. و همینجا خدمتتون عرض کنم یادم نره، خب سمومی که برای سفیدک سطحی هم استفاده میشه، اگرچه در کشت پاییزه کم استفاده میشه، در بهاره سفیدک سطحی میشه، ولی در پاییزه هم خب هست، اونجا سموم جدیدی مثل ناتیو و اینا هم روی سرکوسپورا تاثیر داره، یعنی به عبارتی میشه دو منظوره کار کرد. و اما بیماری دیگه ای که میخوام خدمتتون معرفی کنم و مختص خوزستان، این به قول معروف ما به اینجا که میرسیم یکمی مشعوف بشیم، این مای فیوریت دیزیزه، در واقع بیماریه که حقیر در دهه 70 اینو من اونجا در خوزستان پیداش کردم و روش کار کردم و البته خوشحالم که الان نیست دیگه و خیلی کم هست. این گالز گیلی در واقع به صورت همچنان که میبینین روی برگ در همین موقع سال گالهایی ایجاد میشه که برخیش قرمزن یا زردن و تا حد ازم موضوعتون دونه نخود و یا بزرگتر روی برگ تشکیل میشه، ولی مهمترین اینا گالهایی که روی توقه ایجاد میشه و گاهی اوقات وزن این گال همینجوری که در شکل میبینین از ممکنه به حدود 1 کیلو برسه، یعنی از خود ریشه بزرگتر میشه. اینایی که روی برگن عمدتاً زرد یا قرمز ارغوانی و خیلی هم اردم میشه گفت که قشنگ هستن، ولی اینایی که روی توقه تشکیل میشن عمدتاً خاکی رنگ یا قهوه‌ای هستن. و نکته مهمی که وجود داره در تشخیص اینا، چون ما گال باکتریایی هم داریم هم در کشت پاییزه هم در کشت بهاره، گالای باکتریایی هم در توقه ایجاد میشن، ولی اختلافشون در اینه که این گال زگیلی در واقع یه نقطه در واقع وصل داره که باریکه به قده و بعد بقیهش خود گاله، در صورت گالهای ارزم بزرگتون باکتریایی نه، محل وصلشون خیلی به روی ریشه یا روی توقه بزرگ هستش در واقع. و این بیماری هم میشه گفت این بیماری هم یک نسل در سال داره و صرفاً هم در خوزستان دیده شده، در جاهای دیگه ما ندیدیم و خوشبختانه قارچش جزء قارچ آبزیه و احتمالش که در جاهای دیگه بخواد در واقع شیوع پیدا کنه خیلی کم هست یا میشه گفت به ندرت هست. مطالعاتی که ما انجام دادیم اینیم که این هم روی عمل کرد هم روی کیفیت، مخصوصا اگر گال خودش بره وارد پروسه بشه، چون گاهی وقت کشاورزا میگن خب 1 کیلو گال اینم میندازیم میره، وقتی گال میره و اگر اون گال بیفته و تو عیار و اینا، چون خود گال عیارش ما گرفته بودیم زیر 5%، یعنی میشه گفت که به شدت عیار رو میاره پایین و تو محموله باشه و مشکل کیفیت داره. خود گال علاوه بر اینکه عیارش پایینه، ایمپیوریتی‌هاش یعنی سدیم پتاسیم چیزاش هم خیلی بالاست، در نتیجه خودتون می‌بینید توقع هم این ایمپیوریتی‌هاش بالاست. اینه که کلا کاهش عمل کرده ما هم ناشی از این بیماری خیلی زیاد نیست و اهمیتی شاید نداشته باشه، ولی کاهش کیفیت یعنی تو عیار و ایمپیوریتی‌ها این مشکل سازه. و متاسفانه این هم مثل سرکوسپورا در واقع میزبان دیگش چوندر وحشی از اونجا جنس بتای اونتن و اینه که اون باعث میشه که بیماری از سال به سال نگه داره. حالا در اون زمان ها که ما مطالعه میکردیم تو خوزستان در ارزم بزرگ تو کشتنت های مثل شهید بهشتی و کمپ بی سی و اونا، اونجا ها میشه گفت که این بیماری خیلی شدید بود. خاکزاد هم هست، یه قارچیه به نام یوروفریکتیس لپرویدس، این تو خاک هست و تو خاک هم تا سالها میمونه در واقع و ممکنه که اشکال ایجاد بکنه. همچنان که میبینین این هم رطوبت اشباع در اندامهای هوایی لازم داره، یعنی اون شبنم یا بارندگی که اتفاق میفته تو این فصل سال و دمای
هولوژ 20 رو که ما در اوایل اسفند این موقع ها علائم رو میبینیم، ما برای این در واقع قارچکش خاصی رو توصیه نکردیم، ولی به طور کلی به هر حال چون قارچش جزء آبزیان هست، جزء قارچ واقعی نیست، اینی که سموم رایجی که روی سرکوس پرامینا اثر میکنه معمولا روی این قارچ اثری متاسفانه نداره. و بیماری دیگه ای که باز در خوزستان و در کشتای پاییزه ممکنه که بعضی از سالها بروز کنه، این سفیدک سطحیه. این برخلاف بقیه بیماری ها زمانی که رطوبت هوا در کنوپی یا کم باشه سفیدک سطحی بروز میکنه، یعنی خیلی این برعکس بیماری سرکوسپورا و بیماری گالزگیلی، این رطوبت کمتری رو میطلبه، در نتیجه در سالهایی که خشکه و معمولا هم در فروردین به بعد ممکنه که این بروز کنه در واقع. و خب علائم و ایناش میبینین، خیلی دیگه نیاز به توضیح نداره. و مبارزش هم وجود خدمتتون عرض کردم، سموم سفیدک کشی که برای سایر گیان هم مصرف میشه، مثل ناتیوو، مثل اوپوس، اینا همه سمومی هم که براحتی اثر میکنن. که خدمتتون عرض کردم که ناتیوو و اورتیواتاپ هم روی سفیدک و هم روی سرکوسپورا معمولا جواب میده. و ما پوسیدگی های ریشه که خب میشه اینجا دیگه ما بوته از دست میدیم، بوته که از دست میدیم یعنی عمل کرده از دست میدیم، اینا تو آخر دوره رشد هست و باز در خوزستان بیشتر از مناطق دیگه است، به دلیل اینکه دمای هوا یهو گرم میشه در خوزستان بعد از فروردین، ما دیگه گرما رو داریم و اگر اون موقع آبیاری هم بشه دیگه حتما ما گندیدگی ها رو تو مزرعه خواهیم داشت. حالا این گندیدگی ها ممکنه که قارچ باشه، باکتری باشه، گندیدگی ها به رنگ ها و شکل های مختلفیه، میبینیم تو مزرعه ما ممکنه بوته هایی رو از دست داده باشیم. و این پوسیدگی ها عمدتا کلن به دو مدل خواهند بود، یا اصطلاحا میگن پوسیدگی های نرمن یا حالت آبلمبو داره و لهیدگیه و گند میده، یا ممکنه خشک باشه پوسیدگی ها که عمدتا در کشت پاییزه ما بیشتر پوسیدگی ها از نوع پوسیدگی های نرم و لهیدگی هست در واقع، ولی در کشت بهاره خشکه. متو هر دو رو ما در پاییزه و بهاره داریم به طور کلی، در هر دو مشترکه، که دو دسته در واقع میشه گفت که قارچ عامل اینا هستن. و یک دسته قارچ های آبدوس هستن مثل فیتوفترا و پیتیوم که اینا قارچ مانندن اصطلاحاً، یا قارچ واقعی نیستن. و این دسته مثل فوزاریوما و ریزوکتونیا و اینا هستن که خب ریزوکتونیا اینا بیشتر تو بهارن، تو پاییزه یه مقدار فوزاریوما بیشتر هستن. و به طور کلی برای اینا تو خاکزادن آخر دوره رشد ظاهر میشن و عرضم به حضورتون که دیر هم متوجه میشیم. ما مبارزه شیمیایی به طور کلی توصیه نمی کنیم. ما خوشبختانه روی اینها هم ارقام متحمل و اینا داریم. پس اگه ما بخوام در واقع رقمی رو معرفی بکنیم، بهتره که در کشت پاییزه هم یه نیم نگاهی به سرکوسپورا مخصوصا در خوزستان البته داشته باشیم، یه نیم نگاهی هم به تحمل به پوسیدگی. و یا به عبارت کلی اگر زراعت رو ما میخوام نگاه کنم، یعنی دیدم و وسیع‌تر کنم، بولتینگ و پوسیدگی و سرکوسپورا اونایی که اگر توی رقمی باشه خب معمولا اون رقم مناسب‌تر خواهد بود. ولذا ما خیلی در پوسیدگی ها دیگه ورود به بحث گیاه‌پزشکی نمی‌کنیم، عمدتا توصیه می‌کنیم اگر مزرعه در واقع این آلودگی ها داشت دیگه حتما آبیاری نکنن و در ضمن موضوعتون که برای سال‌های بعد تناوبی رو رعایت کنن و بحث استفاده از ارقام مقاوم هست. من اینجا مجددا من میخوام بگم اگه میخوام من مزرعه کشت پاییزه رو مدیریت کنم چیکار کنم؟ خب حتما تناوب رو رعایت کنیم، حتما بهتر خواهد بود، هم از بود علف هرز، هم از بود آفات و بیماری ها. حتی المقدور ما بتونیم استفاده از ارقامی که انتخاب میکنیم برای کشت، پس پله پله دارم میام. این اول بحث تناوب انتخاب زمینمه، بعد بحث انتخاب بذر هم هست که اگه بشه ارقام متحملتر یا مقاومتر به رک برگی و پوسیدگی رو انتخاب کنم. و اینجا خب باید بحث بولتینگ یا ساقه‌روی رو هم حتما در کشت پاییزه مد نظر داشته باشیم. بعد از اون دیگه
کشت انجام شده میخوریم به طوق برها و برگخارها که خب باید مدام مزرعه رو حفاظت بکنیم و حتما اونجا چون با علف کش هم با علف هرز هم مبارزه میگرد همزمان با علف کش از آفت کشی هم میتونیم استفاده کنیم. در فصل بهار هم که اینا رو میبینیم اگر بل اجبار نیازی به شته یا سرگوزبرا یا گال یا سپیدک بود نهایتا با یک بار سمپاشی برای همش بیشتر از اون دیگه نه توصیه میکنیم نه از نظر اقتصادی مقرون به صرفه خواهد بود که بخوام در کشت پاییزه ما سمپاشی داشته باشیم و به صلاح هم نیست. من اینجا میخوام خدمتتون عرض بکنم دو تا نکته. به هر دلیلی مزرعه ما لک برگی داشت، بالاخره رقم اساس انتخاب کردیم، هوا هم خوب بوده، شرایط هم مساعد بوده، خوزستان هم هستیم یا گاهی اوقات در گلستان مثلا لک برگی اومد. بهتره که زمان برداشت این مزرعه رو در واقع به زودتر بیاریم، نه اینکه ارزم بزرگتون دیگه با دست به سمپاشی بشیم. به عنوان مثال من فکر میکنم معمولا هر ساله از 20 فروردین دیگه خصوصا خوزستان شروع برداشت میکنه، پس اینجا بهتره که و به صلاحه که ما مزارعی که علائم سرکوسپورا و یا علائم پوسیدگی ریشه درشون بیشتر هست شروع برداشت اون از این مزارع باشه که دیگه اجازه ندیم بیشتر از اون مزرعه خسارت ببینه و دیگه سمپاشی چیزی هم برای اون نداشته باشیم. من در انتها میخوام در واقع کتاب جدیدی رو هم که دوستان گیاه‌پزشک و یا علاقه من چاپ شده خدمتتون در سال 1400 راهنمای آفتکش‌های شیمیایی و ارگانیک که این کتاب سال قبل دو سه مرتبه در واقع این چاپ شده بود تا الان ورژن جدیدش و با بازنگری جدید 1400 اومده و سموم جدیدی هم که در واقع برای این زراعت و زراعت‌های دیگه هست و دوستان علاقه‌مندان میتونن تهیه کنن و استفاده کنن. من تشکر میکنم و امیدوارم که مورد استفاده دوستان واقع شده باشه و سوالی چیزی هم باشه حالا هر جور که مدیریت سیستم اجازه میده من خدمتتون هستم و خدا قوت خدمت همه عزیزان و بزرگواران عرض میکنم. دوستان اگر سوالی چیزی باشه خدمت یا تایپ بکنین یا نمیدونم میتونین صحبت بکنین من خدمتتون هستم. هم در سخنرانی قبلی و هم اینجا گفتن فایل رو بارگذاری کنین، من حتما اینو میدیم به مدیریت سیستم، من خودم بلد نیستم ولی میدیم که حتما این فایل بارگذاری بشه که بزرگواران بتونن ازش استفاده بکنن. آقای دکتر یوسف آبادی دوستان اگر که من چون نمیدونم باید چی کار کنم مگر بحثی صحبتی چیزی هست خدمتتون هستیم. خواهش میکنم. دست شما درد نکنه، لطف کرده اونو. فایل های دکتر طالقانی هم دوستان میخواستن، الان اونو دیگه اگه لطف کنین که دوستان استفاده کنن. آره مشکلی نداره، فکر نمی کنم مشکلی باشه.